اینا فرشته های شلبی هن. اونا بچه گربه ها رو از درخت پایین میارن و آتش سوزی ها رو خاموش میکنن، درسته؟ اونا مامورای آتش نشانی هن. وقتی یه حادثه رانندگی رخ میده، این افراد باید با سرعت هرچه بیشتر قربانی های حادثه رو از ماشین ها خارج کنن تا بتونن احتمال زنده موندن این افراد رو افزایش بدن. چرا که مراقبت های پزشکی تا 60 دقیقه پس از تصادف امری حیاتیه. برای همین این زمان ساعت طلایی نامیده میشه. From the time that the accident happens until the time that they get surgical intervention, that is the golden hour. We're the number one factor in that. در آمریکای شمالی در هر 5 ثانیه یک سانحه رانندگی رخ میده و هر روز 119 نفر در این تصادفات میمیرن. 20 سال پیش آتش نشانان از اره یا آهنبری و اره های گرد برای باز کردن یه ماشین استفاده می کردن. مشکل این ابزار این بود که هم کند بود و هم جرقه هایی ایجاد می کرد که ممکن بود منجر به آتش سوزی بشه. از اهرم برای باز کردن درهای ماشین استفاده می شد، اما این اهرم ها ممکن بود ثبات وسیله نقلیه رو برهم بزنن و باعث وارد شدن آسیب های بیشتر به مجروحان بشن. پس نیاز به رویکرد جدیدی بود. خوشبختانه یک کمپانی در شلبی در کارولینای شمالی راه حل پیدا کرد. اینجا در کارخانه محصولات هیل ابزار غیرعادی تولید میشه. توانایی خارق‌العاده این ابزار در بیرون کشیدن افراد از آرواره‌های مرگ لقب آرواره‌های زندگی رو برای اونا برمغان آورده. Bulldozers, any equipment like that, you'll see big hydraulic rams that have cylinders that are pushing the blades up and down. The same principle here, but it's just more compact. اما انتقال قدرت هیدرولیک یک بولدوزر به ابزار سباکی که بتونه فولاد قوی شده رو پاره کنه یک چالش مهندسی دشواره. راه حل یک سیستم هیدرولیک قابل حمل با یک پیستون قوی فولادیه که داخل یک سیلندر آلومینیومی با وزن کم قرار داده میشه. خود آرواره ها از آلیاژ فولاد ساخته شدن و برای بیشتر شدن توانایی اونا در گرفتن اجسام، نوک اونا با فولاد قوی شده مخصوص پوشیده شده. They put the diamonds on here so it'll grip every which way. مشکل بعدی تهیه انرژی برای سیستم هیدرولیک. سیستم‌های هیدرولیک انرژی بسیار زیادی رو توسط مایع پرفشار از طریق لوله‌ها انتقال میدن. مشکل اینجاست که بیشتر سیستم‌ها از نفت استفاده می‌کنن، اما هر گونه نشت نفت از سیستم در هنگام عملیات نجات ممکنه منجر به یک فاجعه بشه. بنابراین آرواره‌های زندگی از یک ترکیب غیر قابل اشتعال و خنسا استفاده می‌کنن که سرشار از فسفر. در آخر همه قسمت‌های آرواره تا میزان بیش از 500 کیلوگرم بر سانتی متر مربع تست فشار میشن. پس آرواره‌های زندگی چه مزیتی در نجات سرنشینایی خودروی سانحه دیده دارن؟ برای فهمیدن این مسئله این مردان شجاع به ما نشون میدن که چطور بدون استفاده از هیچ نیروی دیگه‌ای به جز کار زیاد و چند اره آهنبر وارد ماشینای سانحه دیده میشن. ابتدا باید سقف ماشین رو بردارن. پانزده دقیقه بعد مشخص میشه که هرچقدر این گرگای بزرگ دندان نشان بدن و سر و صدا کنن، به راحتی موفق به غلبه بر سقف ماشین نمیشن. بالاخره پس از حدود 20 دقیقه تلاش این کار انجام میشه، اما همچنان باید قسمت‌های دیگه ماشین نابود شده رو از هم باز کنن. برای شروع از یک دیلم و یک پتک سنگین استفاده میکنن. مشکل اینجاست که درای ماشین‌های جدید با یک میله فلزی قوی شده بسته میمونه. They're meant to be able to take a force of over 60,000 pounds per square inch before they snap. It does its job. I mean, we'd rather have them in than out, but it does make it a little harder. یک میله مزاحم باعث میشه تا اونا به دنبال راه حل دیگه ای باشن. قرار دادن یک چرخ زامندار و برداشتن کل در از سر راه. پس از 20 دقیقه تلاش در ماشین بالاخره تسلیم میشه. حالا قربانیای تصادف رو میشه بیرون کشید و آتش نشانای شلبی خودشون نیاز به کمک‌های اولیه دارن. I mean it's not uncommon to have 30-40 minute extrication. If this car had been upside down or on its side or you know all sorts of things could have made it a whole lot harder. برای ماشین بعدی از آرواره ها استفاده می کنن. از سه ابزار استفاده میشه. اول ابزار برش.
این ژنراتورها بیشتر از رانهای یک پرتاب کننده وزنه قدرت دارند. نیروی اونا از طریق یک ژنراتور جدا به قدرت 5 اسب بخار تامین میشه. این ابزار با کمک سیستم هیدرولیک قدرت باور نکردنی 1.5 میلیون کیلوگرم برای بریدن اجسام ایجاد میکنن. اونا از آروارهایی ساخته شده از مخلوط پلاستیک، آلومینیوم و فولاد استفاده میکنن. 2 دقیقه بعد ماشین از یک ماشین با سقف فلزی به یک کروکی اسپورت تغییر شکل میده. چه خبر خوبی برای افراد گیر افتاده در داخل اونه. مرحله بعدی کلنجار رفتن با مکانیزم دره. وقتشه که مهمترین ابزار رو وارد کار کرد، پخش کننده فشار آروارهای زندگی. با بیش از 1000 کیلوگرم فشار که تقسیم میشه، این جسم میتونه دریای سرخ و اصلا بشکافه. ابتدا مکانیزم قفل شدن در رو پیش از جدا کردن در از لوله‌هاش در ظرف 45 ثانیه از ماشین جدا میکنه. تا اینجا حدود 40 دقیقه در زمان نجات صرف جویی شده و امکان رسیدگی به موقع به مصدومین تضمین شده. اما اگر تصادف از روبرو باشه چی؟ If the dash was pinned down on the victim's legs, we'll make a relief cut here and actually take the third tool, the ram tool, and lift the dash off the patient's legs. It's pretty common. اعضای تیم با استفاده از بازوی هیدرولیک آروارهای زندگی داشبورد رو از صندلی جدا میکنن و تنها 5 دقیقه بعد کل کار انجام شده. What we did in 5 minutes versus 45 or 50 minutes over there, you know, that golden hour is a possibility, but with that first car with the hand tools, not possible. خب اگر دیدید در یک تصادف در کارولینای شمالی گیر افتادید، به جان فرشته های شلبی و آروارهای زندگی دعا کنید.